خب من اون خاطره اجکت اول شما رو ازتون بپرسم. توی بمباران پایگاه الاماره، پایگاه الاماره نبود، ما 15 روز قبلش رفته بودیم الاماره. یه لشکر عراق وقتی که میخواست لشکراشو بیاره تعویض کنه، بیاره به جای مثلا جایگزین کنن، برن میومدن تو الاماره، از پل الاماره میگذشتن، بعد اونجا استراحت میکردن، بعد از الاماره میرفتن مثلا اونجا تقسیم میشدن، میومدن به فرض توی دهلوران، طرفای دهلوران و خوزستان، اهواز و خرمشهر. رفتیم 8 فروند جنگنده، لیدرش 4 فروند اول جام سگود براتور بود، لیدر دومم جام سگود اسکندری. رفتیم زدیم، خوبم زدیم. یعنی تجمع نیروهای دشمن، تجمع یعنی لشکر خوابیده بود مثلا، یا رو لخت و پتی بودن، داشتن لباس میشستن، نمیدونم، همه توی این فضای بزرگی اونجا الاماره یه جای بود که شم بود اولش، ماسس ماسبادی. زدیم 8 فروند، واقعا عالی بود. سکونه با این وضعیت و اینا اصلا وقتی جنگی نداشتن که بعد باش دشمنن، داشتن می اومدن. اصلا میگم اصلا این جنگی نرفا رو نداره، اینقدر جنایت کرده بودن که شما سن و سالتون جا نمیده. این زن و بچه های ما تو این شهرهای مرزیمون، ما 8 روز اول جنگ فقط 3 تا ماموریت برون مرزی ما رفتیم، فقط داشتیم از سرپل زها و قصر شیرین که دست اونا بود، قصر شیرین دست اونا بود، سرپل و با بازی دراز، کوهای بازی دراز، چون بازی دراز رو اینا صدام میخواست بگیره، به خاطر این بود که میومد رو بازی دراز، اومده بود صاف کرده بود، آنتن رادار گذاشته بود که جنگنده های ما نتونن هواپیما ما برن تو. شما میگن خدا بیاموزدشون جاوید الاسرار شیرودی و اینا را توی با کبرا، ولی اونجا جنگ افورا بودن که با تانکا جنگیدن. همین جناب سرگرد، شما این نکته رو گفتیم ازتون بپرسم، من اینو از خیلی ها شنیدم و خیلی جاها خوندم که میگن آقا هیچ جای دنیا ما جنگ نداریم فانتوم بره با تانک بجنگه، ولی در اوایل جنگ ما فانتومامون رفتن با تانکا جنگیدن و خیلی از فانتومامون همونجا مثلا خوردن و زد. مگه جنگ فانتوم با تانک چه مشکلی داره؟ مگه ما ناوچه نمیزدیم؟ خب از دور نشون ناوچه یه دونه است، ولی افور وقتی میره 6 پاد راکت میبره، هر راکتش توش 19 تا چیزه، هر پادش. بعد حداقلش اینه که هر یک حملهش 6 تا تانک رو نابود میکنه. خب این که برای افور خوبه دیگه، خطرش خوب، ولی خطرش سطح این شلیکا و پدافندشه، یعنی چون معطل تانکا بشه از ما پدافند میزنه، خطری که اصلا آتش بارونه اونجا. شما فقط ببینید، شما اونجا باید فقط پسوز بزنی سرعت بالای 600 نات که گوله جا بمونه، بعدم شلیکا راداریه، بعد توپ قفل که بکنه میزنه. مثلا ما اصلا توپ 23 میلیمتری و اینا اصلا چیز نبود که، بعدن هم بهش توپای 57 میلیمتری رو داد راداری، ما اصلا نمیترسیدیم. تو عملیات نصر اگه نیرو هوایی نبود که آقای بنی صدر در به در شده، اینا هرچی هم بخواهم بگیم بیدید دوستشو، چون رئیس جمهور و فهمونده کل قوایی که برگرده بگه ما زمین بدیم وقت بگیریم، بچه های ما اصلا فهمد و پایگاه ما دیوونه شده بود. زنگ گوشی ورداش با تیمسار سرهنگ فکوری، گفت یعنی این نمیفهمه که برای پس گرفتن 1 کیلومتر اینجا چند تا لاله پرت بشن. آقای گلچین داشت اینا رو میگفت، فهمد و پایگاه همدان. گفت یعنی این نمیفهمه، یعنی مگه صدام حسین پسر خالشه که این داره میگه خاک بدیم؟ ما 14000 کیلومتر مربع رو عراق گرفته بود، چند چقدر شهید شدن، چقدر همه زخمی شدن، جان ایثارگر شدن، اصلا نبود. شب فتح المبین اینه بایست می بود توی مملکت می آوردنش اونجا نشونش می دادن که چه بچه هایش
شهید شدن و زخمی شدن.